هامریج، اولین وزیر امنیت آمریکا آیا می توان به رژیم ایران اعتماد کرد؟ فیلادلفیا اینکوایرر دوم مه 2014 دو تحت فشار شدید کنگره کاخ سفید در نهایت موافقت کرد که یک دیپلمات ایرانی دخیل در تروریسم را از ورود به ایالات متحده ممنوع کند. رژیم ایران حمید ابو طالبی را به عنوان نماینده جدید خود در سازمان ملل متحد منصوب کرد. تصمیمی که منجر به توبیخ قوی کنگره به خاطر نقش ابو طالبی در گروگانگیری های آمریکایی 1979-1981 در تهران شد. این واقعیت که حکومت تهران جرأت کرده او را نامزد کند با صدای بلند در مورد این صحبت می‌کند که سیاست آمریکا را چقدر سست و ضعیف می‌بیند. همچنین نشان می‌دهد که حسن روحانی رئیس جمهور رژیم ایران در مورد اعتمادی که قدرت‌های غربی به او کرده اند نه جدی است و نه شایسته آن است. سیاست خارجی خصمانه رژیم ایران همواره یک نتیجه فرعی از ماهیت ضد دموکراتیک آن بوده است. رژیم خود را از طریق سرکوب خشن نیروهای مخالف تعریف کرده و ابو طالبی در تمامی اینها حضور داشته است. با انتخاب ابو طالبی، روحانی ارتباط مستقیم و عمدی بین اصول اساسی رژیم در سرکوب و تروریسم و اهداف سیاست جناه خود را نشان داد. ابو طالبی مردی است که توسط دادگاه های ایتالیا و پلیس به دخالت در ترور محمد حسین نقدی در سال 1993 متهم شده است. نقدی دیپلمات ایرانی بود که به عضویت شورای ملی مقاومت ایران درآمد و در سال 1993 ترور شد. در آن زمان نیویورک تایمز گزارش داد که این قتل آخرین قتل در یک سری از قتل مخالفان دولت تهران بود. اخیرا در سال 2008 یک دادگاه ایتالیایی شواهدی را فاش کرد که قصد نقدی توسط رژیم ایران دستور داده شده و افرادی که وظیفه ترور را داشتند به طور مستقیم به ابو طالبی در مقام خود به عنوان سفیر ایران در روم پاسخگو بودند این رفتار توهینآمیز مستقیما از سوی رئیس جمهور رژیم ایران صورت میگیرد که روی کار آمدن او در رسانه های غربی به عنوان یک پیروزی برای اعتدال در درون رژیم تاریخان مذهبی و سرکوبگر تبلیغ می شد آن هم در حالی که رژیم ملاها به حمایت از بشار اسد ادامه می دهد و شهروندان عادی را اعدام می کند بیش از 700 اعدام در طول دوره تصدی کوتاه روحانی و سرکوب خفقاناور خود را روی مخالفان سیاسی نگه میدارد. که در حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی در زندان بدنام اوین در تهران در اواخر ماه گذشته مشهود است. یک سوال اساسی ساده که دولت آمریکا و سیاستگذاران باید به آن جواب بدهند وجود دارد. ایالات متحده بر چه اساسی می تواند به چنین رژیمی اعتماد کند؟